بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. من مجلس القرآن بواد ما زري رحمن بواد إن جاي حافظان بواد بادا مبارك بشما این مجلسی قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک بود. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره متبرکه یوسف علیه السلام. ذکر اسم یوسف علیه السلام چند بار در قرآن آمد؟ بچه کی است؟ صحیح است؟ ایر ما قبلا در ضمن ذکر اولاد یعقوب علیه السلام امرای نامهای دیگه برادرهایش برتان چی کرده بودم؟ گفته بودم. پس کسی نگوید که نامهای 11 نفر برادرهای یوسف چیست که نوشته کردی و نوشته بر بگرد یادش کن. صحیح است؟ سوره یوسف از جمله سوره های مکی است. بعد از سوره هود نازل شده. یعنی سیکو سلسله را در اینجا که یونس بود، هود بود و یوسف. صحیح است؟ پای پای نازل شده. بعد از سوره هود نازل شده. در ترتیب نزول 53 سوره است و در ترتیب مصحفی 12 سوره است. عدد آیاتش 111 آیت داره. کلماتش 1600 کلمه داره، یعنی 1600 کلمه هست. تعداد حروفش 7166 حرف داره. مناسبت سوره یوسف با ما قبل. یک، میان سوره یوسف و سوره هود مناسبت این است که این سوره تتمه داستان پیغمبرانی است که در سوره هود ذکر شد و غرض از ذکر داستان پیغمبران علیهم السلام استدلال بر این است که قرآن کریم از جانب الله است، وحی شده. استدلال بر این است که قرآن کریم از جانب الله جل جلاله وحی شده و بر صدق رسالت محمد صلی الله علیه و سلم دلالت دارد. دو، در پایان سوره هود الله متعال فرمود وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. امیال که خواندیم صحیح ها؟ آیت صحیح کنین چندم است؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. در این سوره برای تسلیت خاطر پیغمبر علیه السلام در برابر اذیت و آزار که در این سوره برای تسلیت خاطر پیغمبر علیه السلام در برابر اذیت و آزاری که از سوی قومش به او میرسد، ماجرای یوسف و برادرانش را و عاقبت و سرانجام نیک یوسف را یادآور میشود که با یوسف چقدر خدعه کردن، چل کردن، اما الله متعال یوسف را نجات داد. سه، در سوره هود داستان پیغمبرانی که به سوی قومشان مبعوث شده بودند، داستان پیغمبرانی که به سوی قومشان مبعوث شده بودند ذکر شد. در این سوره داستان پیغمبری است که از خردسالی در میان قوم بیگانه پرورش و ترتیب یافت تا آنکه پرورش و ترتیب یافت
تا آنکه به سن کمال رسیده و به نبوت مبعوث شد و مردم را به سوی دینش فرا خواند. و بعدا اداره یک بخش مهم سرزمین مصر را به عهده گرفت. و آن را به شکل بی سابقه موفقانه اداره نموده و در برابر حوادثی که در آن سرزمین به آن روبرو شد سرخرو و سرفراز به در آمد. موضوعات محوری سوره یوسف. این سوره نظر به مضامین محوریش به دو بخش تقسیم می شود. یک، از آغاز سوره الى آیه 101 کل سوره چند آیه است؟ تا 101ش یک بخش داره. در این بخش به غرض ابراز اهمیت مضامین آینده ابتداءً عظمت و جلالت شأن قرآن کریم بیان می کند. در اول جلالت و عظمت قرآن کریم را بیان می کند که دلیل حقانیت آن می باشد. سپس سرگذشت یوسف علیه السلام و حالات و تاریخ زندگی مملو از ماجرای او را تا آیه 101 بیان میکند. بخش دوم، از آیه 102 تا آیه 111 در آن از حقانیت رسالت خاتم النبیین صلی الله علیه و سلم را ثابت نموده و وظیفه او را مشخص می سازد و به درس و عبرتی که از داستانهای پیغمبران گذشته اخذ می شود و به شرح عظمت قرآن کریم سوره را پایان می بخشد. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را الله اعلم بمراده. الله بهتر می داند که مراد از این چیست. تلک آیات الکتاب المبین. اینمی آیات که تلاوت کرده می شده قرآن کریم نشانه های از الله هست، نشانه های قدرت الله هست، آیات الله هست. الکتاب قرآن المبین آشکار. مبین چی مانا؟ آشکار. شیخ الرحمن علا زنده داشته باشه، او مبین وقتی که تفسیر میکنه میگه مبین. بسیار خوب میگه که بفهمی به این معنی که میگه مبین، به این معنی که قرآن کریم برد شفشف نمیگه، شفتالو میگه، به معنی واضح، به معنی بیان کننده. قرآن کریم میگه برای ما چی نمیکنه؟ شفشف نمیکنه. هر چی میگه شفتالو برات میگه، هر چی میگه برات واضح میگه. اگر
زندگیت را ترسیم میکنه، برات واضح بیان میکنه. اگر دوستایت را تعیین میکنه، واضح برات میگه. اگر دشمنایت را تعیین میکنه، واضح برات میگه. پس مبین به معنی آشکار، واضح. در سر سوره یونس برای ما گفت که تلک آیات الکتاب الحکیم. در سر سوره یوسف برای ما میگه که تلک آیات الکتاب المبین. چرا در اونجا مبین نگفت و در اینجا حکیم نگفت؟ فرق بین مبین و حکیم چیست؟ بعضی مفسرین زیاد فرقای نوشته کرده که از اون یکی دو تایش در ذهن خود میگیریم. یک، موضوع سوره یونس اصول دین است. موضوع سوره یونس اصول دین است، مثل توحید، اقسام توحید، نفی شرک، اثبات رسالت، حقانیت و اعجاز قرآن کریم، ایمان با آخرت، معاد، جنت، دوزخ، غیره و غیره. صحیح؟ اصول دین، توحید، اقسام توحید، اثبات رسالت، حقانیت و اعجاز قرآن کریم، معاد، زنده شدن بعد از مرگ، ایمان با آخرت و غیره. اما موضوع سوره یوسف ماجرای قصه یک پیغمبر است صلی الله علیه و سلام، که به طور شگفت انگیز زندگیش را یک اسوه حسنه بیان داشته و عرب ها این قصه را نه تفصیلی می دانستن و نه هم اجمالی، برخلاف داستان دیگه پیغمبرا که از اونا کم کم معلومات داشتن، ولی داستان یوسف را نه به قسم اجمال می دانستن و نه هم به قسم تفصیل. از این جهت در اینجا در آغاز میگه که تلک آیات الکتاب المبین، در اونجا میگه تلک آیات الکتاب الحکیم. اونجا به خاطر که دلائل عقلی زیاد آورده بود، دوباره دیگهش میگم که به خاطر اثبات توحید بود، رسالت بود، معاد بود، پس اونجا لفظ چرا استعمال کرد؟ حکیم را. و اینجا که ذکر قصه یک پیغمبر است که عرب ها او را نمیدانست، ماجرا یک پیغمبر است، ایره مبین آشکار بر ما میگه که مکمل مفصل قصه شا میکنه. و در آغاز این سوره تفصیل و بیانه که در مورد قصه یوسف است بیشتر مناسبت دارد. چی؟ مبین. صحیح؟ مبین به این جهت بیشتر مناسبت دارد. دو، در هر سوره ای که در آغازش قرآن کریم به حکیم توصیف شود، در هر سوره ای که در آغازش قرآن کریم به حکیم توصیف شود، بیشتر دلائل آن عقلی می باشد. و اگر به مبین توصیف شود بیشتر دلائل آن نقلی می باشد، نقلی منقول از انبیاء علیهم السلام یا از کسای دیگه. فهمیدین؟ پس جایی که دو، در هر سوره ای که آغازی از او با حکیم شود، در اونجا بیشتر دلائل چی می باشه؟ عقلی. و اگر با مبین شود بیشتر دلائل نقلی می باشه، نقلی منقول، نقل کرده شده. یعنی اینجا هم در اینجا دلائل نقلی از قصه کیسته؟ یوسف علیه السلام است. میشه که سوره یوسف را همه طور با قسمه که خیر وقت مرکب میگیره، خصوصت میخوانمش انشاءالله العزیز، با قسمه که سریال مزخرف را که جور کردن به او شکل نه، ما شما ای را میخوانیم به شکل فصل بار. چند فصل داره؟ تقریبا میشه که گفته میتونیم که همه داستان قصه یوسف در این سوره 15 فصل است. چقدر؟ 15 فصل. و انشاءالله در هر جایی که انشاءالله العزیز اگه یادم نرفت برات بگم که این فصل چندم است، این فصل چندم است، این کدام قصه است. پس در اینجا از آیه 1 تا آیه 3 در این مقدمه هست،
مقدمه یا تمهید است با یک موتورا متوجه می سازد به ذکر قصه یوسف علیه السلام و عظمت قرآن کریم را به موضوع قسم یک مقدمه بیان می کند که سوره یوسف یا یوسف که عرب ها نه اجمالا و نه هم تفصیلا می فهمیدن پس او را به موضوع بیان می کند. در سبب نزول سوره یوسف هم همینطور آمده که گویا یهود یا خودش آمد از پیامبر علیه السلام پرسان کرد که تو در مورد یوسف چی میگی؟ چون ذکر قصه یوسف در تورات هم بود، در تورات هم بود، با او خاطر پرسان کردن که باش میه بر از این وحی میه خبر داره نداره، چون که قصه یوسف را گفتیم که عربا خبر نداشت. صحیح؟ و یا هم روایت دیگه تو میگه که امو یهودا با مشتکین مکه با قریش گفت که شما از پیغمبر پرسان کنین از محمد دعوای نبوت داره که در مورد یوسف با شما چی میگه، قصهش چه رقم است. بالاخره اینمی سوره سراپا نازل میشه و داستان قصه یوسف را از سر تا آخر یکا یکا به تفصیل سلسله وار به شکل سریال حقیقت چی میکنه به ما قصه میکنه. اما جان آن چیزی که سریال مزخرف یوسف جور شده و در بازار فروخته میشه به فارسی ترجمه شده با شاید به انگلیسی و کلش از طرف یهود پخش شده، خواه قصه های اکثرش دروغ است، اکثریت قاطعش گرفته شده از بایبل نه از قرآن کریم گرفته شده. ای کاش قصه یوسف که جور کرده بودن اول خو نام اول خو شکل پیغمبر ده درست نیست که بکشه. سایس چهره یعقوب علیه السلام و خدان که کدام خبیثی است که خود را به کی جور کرده؟ یعقوب پیغمبر جور کرده. او کدام که خبیثی است که چهرهش با یوسف جور کرده؟ چهره یوسف اینقدر مقبول بود که جبرائیل میامد گاه گاه وحی را به چهره یوسف میآورد. و حال ما یک کسی که اون چه بالا عقیده داشته باشه، چه قسم صورت داشته باشه، فقط خود در آراجگاه زنانه ترسیم کرده و میگه که من چیستم؟ یوسف هستم. حال علیه بالله. پس دیدن این سریال نه به شکل درسی درست است، نه به شکل عبرتی درست است، به خاطر که هر جایی که امیان فکر کو اگر نام یوسف بیایه در فکرت امو میایه نمیایه، یعقوب بیایه امو میایه نمیایه، پس این کلان نقص است که در این سریال است. سایس غیر از اینکه قصه ایش دروغ است، قصه ایش را گرفت از چی؟ از بایبل، از کتابای خودشان، چون شیعه جور کرده، ایران جور کرده و ایران بانی مذهبش اصلا شیعه بوده، پس به او خاطر اصل قصه ازی را هم گرفته از بایبل نه از چیز، نه از قرآن کریم. بسیار در کم موارد است که با قرآن کریم قصه چیز سر میخوره، او هم عموم مواردی که در اوج بایبل و قرآن کریم در مورد قصه یوسف کدام تعارضی ندارند. اگر تعارضی در بین قصه یوسف در بین بایبل و قرآن کریم در قصه یوسف معلوم میشه، باز اونجا نص قرآن کریم نگرفتن که از روی قرآن کریم بگیرن، اونجا باز حکم کردن قصه را به نص کی؟ بایبل، با کتابای مقدس خودشان که عمو چیز بایبل جمعش کرده، عهد قدیم و عهد جدید و لوقا و یوحنا و مرقس و چی و چی را کلش چی کردن؟ یک جا کردن، پس از او گرفته شده. صحیح؟ سریال یوسف را تعدادی از علما که دیدن نقدش کردن، نقدش کردن. یک نقدش دیروز هم در بازار دیدم، خوانده بودم هم دیروز ما که رفتم در سر جو شیر سعی کردم در اونجا بود. نقدش یه که بسیار خوب جالب نقد کرده و مختصر است، تقریبا 70 یا 80 صفحه پیدا میاد، حکمتیار نقد کرده داستان سریال یوسف، مزخرفات، خرافات، ما چی وشی اگه نوان دور دراز داره. خورتره کتاب است، ما بای کردم 50 را پا بای کت، ما خریده بودم پارسال، خوانده بودمش. و بهترین چی است؟ فقط قصای شایکه یک گرفته امرای قرآن کریم چی کرده؟ برابر کرده. کتابش فارسی است، کوشش کنین بخرین بخوانین. تا پشت پل خشتی هم پیدا میشه، در ولایت در جاده ولایت هم پیدا میشه و در جوی شیر مدیر رو زیاد دیدم کتابش در اونجا زیاد بود. در فاتحه ما که رفتم در خوردم در اونجا زیاد بود، بیشتر بود، بهترین عقد کرده. یکا یکا داستان از جب فقط میگیره و یکا یکا که قرآن کریم چی میتش؟ سر میتش. بهترین نقد کرده، علمی نقد کرده، خوب نقد کرده. کوشش کنین کورا بخوانین. از کجا گرفته؟ از بایبل گرفته. بایبل کتاب است که دست یهودا در او خورد و بالاخره امو انجیل و تورات را گرفتن دست زدن به نام عهد قدیم و عهد جدید، سر چی ماندن؟ نام ماندن. صحیح؟ پس کاش که قصهش مکمل از چی میگرفتن؟ از قرآن کریم میگرفت. به نام سریال یوسف مزخرفات و خرافات، مقصد در بازار که بگی که نقد سریال یوسف از حکمتیار برات میتن، نقد سریال یوسف رنگ یه نمتی یک رنگ یک میز وارک نیست، اینی قسم رنگ دارن. در سر امو عکس که اونجا یوسف نه، اون مرد زانی را که جور کردن، نه یوسف، یوسف از اون بری است. پس سر از همه متیک چلیپا خط زدگی هم است. خورد کتاب است، فقط یک رساله خورترک است.
پس اینجا در اول چی میمونه؟ از آیه اول تا آیه 3 مقدمه سوره است در حقانیت قرآن کریم و همین قسم موضوع اثبات حقانیت قرآن کریم، موضوع دومش اثبات حقانیت پیغمبر علیه السلام است و موضوع سیومش بالاخره میره در قصه یوسف. انا انزلناه، یقینا ما فرستادیم قرآن کریم را، قرآن عربی، قرآن عربی، قرآن به عربی آمده نه به عجمی. صحیح. پس دیروز کسی با در موتر تکسی ما ششته بودم پرسید آیا ترجمه قرآن کریم اگر بخوانیم ثواب است نیست، عبادت است؟ نه، ترجمه قرآن کریم به هر زبانی که باشه اگر خود لفظ عربیش نخوانی برات عبادت نیست. بهترین دلیل همین است که وقتی که عبادت نیست در نماز خواندش نمیتونی. قرآن به زبان عربی آمده و از امام ابو حنیفه رحمه الله یک نقل که شده که گویا کسی اگر استطاعت توانمندی با زبان عربی داشت یا نداشت قرآن کریم را به فارسی خوان نمازش درست است. امام ابو حنیفه 3 روز قبل از وفاتش از این قول خود رجوع کرده. شما شروحات این که در اصول فقه سر حسامی نوشته شده، سر نورالانوار نوشته شده، کتابای فقه خود حنفی ببینین، امام ابو حنیفه رحمه الله از این قول خود رجوع کرده. بشر است، خطا شده بود، پس آن فهمید که خطا شده از قول خود چی کرد؟ رجوع کرد. پس یک کس اگر عاجز داشته باشه نداشته باشه، اگر قرآن کریم را به عربی خوانده نتانست در نماز به هر زبانی که بخونه، اگر فارسی باشه، پشتو باشه، ازبکی باشه، نمازش درست نیست. صحیح؟ امی قسم اگر ترجمه قرآن کریم باشه که یک لفظ عربی کتش نباشه، ما بگیریم در اونجا او را مس کنیم، مس گرفتنش بر ما ناجایز نیست، به خاطری که ترجمه قرآن کریم قرآن کریم شده نمیتونه. قرآن کریم از لوح محفوظ عربی بود، به زبان عربی آمده، الله متعال درجش در لوح محفوظ هم بچی کرده، به عربی کرده. و بسیار جای افسوس است که کسایی باز استدلال میکنه مثل دیروز که به ما استدلال میکرد که گویا قرآن کریم به خاطر عربی آمده که پیغمبر عرب بود. نه، قرآن کریم را الله متعال به حکمت لازمی خود انتخاب کرد که باید عربی باشه، برای پیغمبر عربی باید چی شوه؟ نازل شوه. پس لفظ قرآن کریم از اون خاطر ما در اصول چیز تفسیر یا در علوم القرآن وقتی که خواندیم قرآن را در آخر امیت تعریف کردیم که و هو اسم للنظم والمعنى جميعا، قرآن اسم است هم به نظم و هم به معنا، به هر دو. نمیتونیم ما لفظ قرآن قرآن بگوییم، پس لفظ قرآن کریم را اگر معنیش باشه، اگر معنی قرآن باشه او را قرآن بگوییم. در نماز خوانده نمیتونیم، بدون وضو گرفتن میتونیم، در حالت جنابت گرفتن میتونیم، قرار نیست. آه ثواب داره، ثواب خالی نیست، اما فضیلتی که الله بر تو در بدل هر حرفش دنیکی میتا او فضیلت ترجمه قرآن کریم نیست. او را ذکر گفته نمیتانیم، او را ذکر گفته نمیتانیم. قرآن را اگر میخوایی که فضیلت ثوابش در مقابل هر حرفش ده نیکی بگیری، مجبور استی که به عربی یاد بگیری. عربی آسان است، مشکل نیست، وسوسه شیطان سر موضوع است که ولا عربی سخت است، ولی به خدا به خاطر چیز مسائل دنیا 96 دونه کورس که 56 قسم حروف چیز واول یاد گرفته میتونیم. صحیح. ولی قرآن کریم را که کتاب است که هم در قبر به درد ما میخوره، هم در دنیا و هم در آخرت با پشتش نمیگردیم. قرآن قانون است از طرف الله که باید موضوع را یاد داشته باشیم. قرآن نسخه دکتر است، نسخه دکتر به عربی به موتور روان کرده، مثل که دکتر به انگلیسی یک نسخه نوشته میکنه، الله متعال قرآن به موتور به عربی روان کرده. پس موتور باید بفهمیم که دکتر در این نسخه به موتور چی گفته. صحیح. اما اینمی فهمیدن نسخه دکتر سر موتور لازم است، از حقوقی از این است که باید بفهمیم که تا به این عمل بکنیم مرضی که مدارم باید چی شوم؟ جور شوم، صحتمند شوم. اگر نفهمم باز ما صحتیاب نمیشوم. پس قرآن باید به چی خوانده شوم؟ به عربی. ترجمه قرآن کریم به هر زبانه، سر موضوع لازم است، از حقوقش است که باید بفهمیم. از همون حقوق پنجگانه و ششگانه که ما به قرآن گفته بودیم، یکی از حقوقش همین است که ترجمه و تفسیرش باید بفهمیم، به خاطر که بدون فهمیدن ترجمه و تفسیرش موضوع به این عمل کرده نمیتونیم، از عمل باز میمونه، نمیفهمیم که در کجای از این عمل بکنیم، چی حلال است و چی حرام. به می خاطر از حق دیگه قرآن کریم که اصلا باید ترجمه بفهمیم، اما ترجمهش قرآن نیست. مثل که تقریبا 8-9 سال پیش غوث الماء خبیث به نام قرآن پاک یک چیز را کشیده بود، یا تو نست کشیده بود، ما او را خواندیم، اکثریتش را خواندیم، کاملا در تضاد با قرآن بود، تا پارلمان هم رفتیم جنجال کردیم، بالاخره الحمدلله خاموش شد که بندی شد چند وقت، ولی پس اون علاج کرد. صحیح. و داوود چیزهای دست خورده بود که عقل هیچ قبول نمیکرد. مثلا در کجای قرآن کریم آمده که مسلمانان قبل از نزول آیه سوره مائده در مورد
فرایض وضو مسلمان ها چند وقت به نماز به وضو نماز خوانده باشه. او میگه که از این معلوم میشه که مسلمان ها پیش از آیه وضو به وضو نماز خواندن. چرا؟ به خاطر که میگه که آیه سوره مائده مدنی است و نماز در آخر عهد مکی فرض شده، پس به این خاطر مسلمان ها به وضو نماز خوانده. اینه کجای قرآن آمده؟ وضو شرط چیست؟ نماز است. صحیح است؟ یا در مسئله تحریم شراب که در 3 یا 4 مرحله که ما خواندیم که حرام شد، صحیح است؟ او در اوجه نوشته کرده جناب که چیست؟ از این معلوم میشه از تدرج در حکم که اگر یک کسی کم کم شراب خورد حرام نیست و باید سرش حد شراب چی نشه؟ تطبیق نشه. قرآن میگه که رجس است، پلیتی است. در اول که حلال بود حرام شد، در 4 مرحله حرام شدنش به این معنی نیست که بعد از حرمتش هم باز تو کمک کمک چی کنی؟ خدا نشه بکنی. صحیح است؟ پس وقتی که قرآن عربی میگه و ما ترکیز داریم که باید قرآن کریم به عربی باشه تا که اینمی دست دشمنای دین کسایی که بخواهند که قرآن تحریف بکنن قطع شود از بیخ. هر وقتی که هر زبان از اصالت خود تغییر کرد به دیگه ترجمه شد خامخواده و دست میخورن. تورات و انجیل که تحریف شد، علت تحریف شمی بود که او را گرفتن علمای سویشان به هر زبان و به هر میل خود چی کردندش؟ دست زدن، تحریفش کردن. عمو بود که از تورات چیزای دیگه جور کردن، چیزای را خواستن حلال بکنن، چیزای را خواستن حرام. پس قرآن کریم را الله متعال وقتی که ضمانتش خودش کرد که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اسبابش را هم مهیا کرد. از جمله اسباب حفظش، حفظ قرآن کریم در سینه ها، خواندنش در زبان ها و قسم عبادت که باید لفظش بخوانی، مکتوب در مصاحف که باید باشه، با نقل متواتر که بدون تواتر ما ایرا قبول نمی کنیم. همین قسم اسم باشه، هم به نظمش و هم به معنا، هم به لفظ و هم به معنا، به هر تو. پس از جمله اسباب عمده ضمانت قرآن کریم همین است که قرآن را به دیگر زبان موتو قرآن گفته نمیتانیم. صحیح است؟ ترجمه قرآنی که عبادتاً خوانده شود گفته نمیتانیم. نحن نقص عليك ما قسم میکنیم برای تو پیغمبر، احسن القصص، نیک قصه ها را، به ما اوحینا الیک، به آن چیزی که وحی کردیم ما به تو، هذا الیک به تو، هذا القرآن، این می قرآن را، و این کنت، اگر چی بودی تو، من قبله پیش ازی، لمن الغافلین، از بیخبر ها. غافل به معنی گمراه نیخو، بیخبر از چی؟ از داستان یوسف، پیش ازی که کسی برات قصه نکرده بود، تا وقتی که ما بر تو وحی نکنیم، تو هم خبر نمیشی. فصل اول حکایت خواب شگفت آور یوسف علیه السلام. کدام فصل شروع میشه؟ فصل اول. در این فصل 4 مطلب داریم، 3 مطلب. 1. حکایت خواب را میکنه. 2. توجیه یعقوب علیه السلام با یوسف میکنه که باید چی کار باید بکنی، این خواب تا به کسی قصه بکنی یا پت نگاه کنی. 3. تعبیر اجمالی خواب یوسف، تعبیر اجمالی خواب یوسف. اذ قال یوسف، وقتی که گفت یوسف علیه السلام، آل سعی کنن که سریال که قرآن کریم به ما راستی قصه میکنه این چقدر جالب است، و او سریال بدبخت خبیثه که بر ما شیا آورده و میگه که سریال کیسته؟ یوسف است. اذ قال، وقتی که گفت، اذ قال یوسف، وقتی که گفت یوسف علیه السلام لابیه، به پدرش، یا ابتی، اصلش یا ابیس، تی به خاطر مبالغه آمده خواه، ای پدرک ما، اینی ما را ایتو دیدم ما، احد عشر کوکبا به شکل وحی خواه، وحی در اینجا، وحی را الهام میگیریم، چی؟ الهام، به خاطر مثل که به مادر موسی علیه السلام الهام شد، اونجا هم و اوحینا الى ام موسی ان ارضعیه، پس اینجا در طفلی بالای یوسف علیه السلام که لفظ وحی میاد، ما از او چی میگیریم؟ الهام میگیریم. احد عشر کوکبا، دیدم ما 11 تا ستاره را، و شمس و القمر، دیدم ما دیگه آفتاب و مهتاب را، رأیتهم، کلش دیدم، تأکید لی برای ما ساجدین، سجده کنان است، کلش به ما سجده میکنه، یعنی احترام میکنه. صحیح است؟ مراد از 11 کوکبا کیست؟ 11 برادرش. و مراد از شمس و قمر کیست؟ پدر و مادرش. قال، گفت یوسف علیه السلام، یا بنی، ای بچگه که ما، لا تقصص رؤیا که قصه نکویتا، توجیه یعقوب به فرزندش، رؤیا که با امی خوابت را علی اخوتی که با برادرهایت، فیکیدو لک کیدا، باز خامخا مکر میکنن در مورد تو، با کید کردن عذاب را به تو ترسیم میکنن، نقشی را میگیرن، کمین را میگیرن که تو را خونسا کنن و از بین ببرن. این شیطان، و در اینجا کسی که بایی ای کمینگار را یاد میتا کیست؟
شیطان. ان الشیطان یقینا شیطان للانسان حسب انسان عدو و مبین دشمن آشکار. تعبیر اجمالی رؤیای یوسف از این آیت است که در اونجا مطلب سیوم گرفته بودیم. و کذالک یجتبیک، امی قسم الله متعال تو را شاید انتخاب میکنه، تو را پروردگارت. و کذالک امی قسم یجتبیک، انتخاب میکنه، یصطفیک ربک پروردگارت. و یعلمک، و میاموزن تو را من تأویل الاحادیث، عظمو تأویل احادیث. این چیزایی بود که با یعقوب علیه السلام هم به شکل وحی ثابت شده بود که از اولادیت یوسف میه پیغمبر میشه. و یوسف کسی است که در معجزاتش تأویل رؤیا، تعبیر خواب برش چی میشه؟ داده میشه. و یتم نعمته علیک، و تمام میکنه نعمت خود را بالای تو، یعنی پیغمبری نبوت. و علی آل یعقوب، میقسم به آل یعقوب علیه السلام، کما اتمها، قسمی که به آل یعقوب، اهل یعقوب. و آل یعقوب مرادش همیست که بالاخره زمانی که آخر قصهش باز برای ما انشاءالله میاد که امروز خدا مهربان است اگر برسیم، که بالاخره وقتی که در کجا میرسه؟ در مصر میرسه. باز کلش پس پیش یوسف علیه السلام چی میشن؟ جمع میشن. کما اتمها، قسمی که تمام کرده الله متعال امی نعمت خود را، یعنی نبوت را، علی ابوی که به تو پدر اسحاق و ما، ابوی که یعنی ما و پدرم اسحاق، من قبل و پیش از این ابراهیم با ابراهیم و اسحاق و یعقوب، ابراهیم و اسحاق با او چی کرده؟ تمام کرده. کما اتمها، قسمی که تمام کرده، علی ابوی که من قبل و بدو جد تو، پدر کلان تو پیش از ما، که یکیش اسحاق پدر ما بود و یکی هم ابراهیم بود. پس پیامبر علیه السلام در حدیث ترمذی میگه که کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم، از چهار پشت پیغمبر. صحیح؟ کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، چند تا شد؟ چهار تا. یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم. ان ربک علیم حکیم، یقینا از پروردگار تو دانا و ذات با حکمت. فصل دوم، فصل دوم عزیز شروع میشه. لقد کان فی یوسف توتیه ها و مشکلات برای یوسف. فصل دوم برای ما چی میتن؟ توتیه ها و مشکلاتی که با یوسف جور کردن از امیج شروع میشه. لقد کان فی یوسف، یقینا بود در یوسف علیه السلام، در ذکرش و اخوته برادرانش، آیات و نشانه های لسائلین، با کسایی که پرسان میکنن که یوسف چی کرد. این مرادش امو سبب نزولش که ما برتان گفتم که قصه یوسف و برادرانش را تو چی میفهمی؟ به خاطر که عرب ها از این قصه نمیفهمیدن، و یا ای که خودشان پرسان کرد مشرکین، و یا هم که یهود یادش داده بود که ورا چی کنین؟ پرسان بکنین. و یا ای که یهود خودش آمد پرسان کرد از پیامبر علیه السلام که در مورد یوسف تو چی میگی؟ و برادراش. اذ قالوا ليوسف، وقت یاد کنین وقتی که گفت یوسف علیه السلام و اخوه و برادراش، احب الی ابینا، امی یوسف بسیار محبوب است پیش الى ابینا، پیش پدر ما، من نا از ما کرده. پس اینجا حسود، حسادتشان منجر به این شد که علیه یوسف علیه السلام حسادت بکنن در خانه. حتی برادرش است امرای از این حسد میکنن، کیت میکنن، تا که یوسف را در یک ماجرای پرتن که دیگه اصلا پدر او را نبینه. اما الله متعال سعی کرد که از کید ازیا سبب میشه که یوسف به کجا برسه. و نحن عصبه، و ما جماعت هم هستیم، ما جماعت هستیم، ولی ببین که یک، یعنی ما 11 نفر هستیم، 10 نفر، و یا 2 نفر است، یکی بنیامین و یکی هم یوسف، که بنیامین و یوسف علیه السلام هر دو از یک مادر بودن. از چند مادر؟ از یک مادر. ولی یوسف را پدر ما چقدر دوست داره. یک کار بکنیم که وقتی کی نبود دور شوه، خامخا باز دوستی از یک کم شد، پدر دیگه ما را چی می داشته باشه؟ دوست می داشته باشه. باز پیسه آیس کریم از ایران برای ما می ده. این ابانا، یقینا پدر ما، لفی ضلال مبین، خامخا در چیز ضلال، گمراهی نخوا، در گم که در راه خود را نمی فهمه که ما عصبه هستیم. روزی رسان، روزی ما برش میاریم، کمک ما برش میکنیم، دست ما بگیریم، دست شما میگیریم، هر جا ما میبریم، شطور شما میبریم، ولی عوضی که ما عصبه قوی هستیم، بچه های کلانش هستیم، ما را دوست داشته باشه همراه یوسفی که اینی یک بچه است، همراه چی میکنه؟ محبت بیشتر میکنه. این ابانا، یقینا پدر ما است، لفی ضلال مبین، در گمراهی. گمراهی به معنای دلالت از حق نخوا، دلالت در امور کی؟ در امور ما و امور یوسف. مبین آشکار. اقتلو،
تصمیم برادرها، تصمیم برادرها در برابر کی؟ نابودی یوسف علیه السلام. مطلب است اقتلو یوسف، پس بکشن یوسف را، او اطرحوه یا بندازین را خامخواه در یک جای دور، اردان یک جایی که یخلو لکم وجه ابیکم، گم شوه خالی شوه از روی پدرتان، یخلو لکم گم شوه دور شوه خالی شوه روی کی؟ دیدن پدر از این که دیگه ای را نبینه. وجه ابیکم و تکون و شوین شما من بعدی پس از این قوما صالحین، قوم بسیار نیک، قوم بسیار نیک. این پروژه را کی برش پیش کرد؟ شیطان. قال قائل منهم، گفت یکی از امی برادرها، و تکون من بعدی و پس شما برای جبران این گناهتان میشین قوم صالح. چی مانا؟ پس از اینکه یوسف را کشتین باز میاین پیش پدر توبه میکنین، گریه میکنین و الکم میای وجاء اباهم عشاء یبکون، خامخا پدر در دل شما را باز چی میکنه؟ میبخشه. قال قائل منهم، گفت یکی از اینا که یهوزا بود، این برادر کلان یا بچه کلان حضرت یعقوب علیه السلام بود. چی نام داشت؟ یهوزا یا یهودا، مشهور یهوداست بذال. لا تقتلوا یوسف، نه وش کنین که نکشنش یوسف و القوه فی غیابت الجب، سیکو کلا را کازی کار یهوزا اینجا دیگه چیز جرم میکنه، و القوه فی غیابت الجب و بندازین ایراد متارکی های چا، یلتقط هو کی را بگیره، لقیط لقطه و لقیط چیز را میگه که بیا فورا کسی صحیح، چون در لقیط در لقطه یا طفلی که در سر را پیدا میشه و یا هم مال گم شده که پیدا میشه، شریعتی را میگه که باید تو را اعلان بکنه که از کی است، از کی است، وقتی که پیدا نشد بعد از او باز میبره، خودش حق استفاده نداره، به کسی دیگه او طرف میره میفروشش. پس این را هم به قسم لقیت پرتین اینجا، یا میمونه و یا همی که کسی را پیدا میکنه باز وقتی که ما دعوا نکردیم که از ماست، این را میبره خودش استفاده میکنه، از کنعان میبرش به کجا؟ به هر جایی که بردش، به هر طرف که بردش میبره. یلتقطها، این را بندازین در چا؟ به قسم لقیت، به قسم لقطه، به قسم چیز گم شده که کسی بیافش. یعنی لقیت پیش کسی خاصتا در طفل اهمیت چندان نداره، یک طفل خردساله که نو پیدا شوه در جای اگر کسی میافش مثلا در سر را، میفهمه به این که این طفل میشه که حرامی بوده باشه، پدر مادرش خراب بوده باشه، سرش بشرمه در اینجا انداختش که کسی بگیره ببرش. صحیح؟ در عرف ما می رقم است طفلی که مثلا از بدکاری پیدا شه و بازو را در یک طرف میندازن که برو هر کس گرفتش، به خاطر نفهمه که این دختر امرای از او بچه این کار کرده بود، طفل ازش چی شده؟ پیدا شده. پس این را هم به اهمیت شما در چا پرتین تا که هر کس بفهمه این را بگیره و به قسم به اهمیت یا کشتش یا قسم غلام ببره ازش چی بکنه؟ استفاده بکنه. فهمیدین؟ اما الله رسای که و مکرو مکرن و مکرنا مکرن و هم لا یشعرون. یلتقطه ایربیافه بعض السیارات، پس کسایی که میاد امیرا تیر میشه، این کنتم فاعلین، اگر استن شما انجام میتین اینمی کارا بکنین. دا پیش خواندیم دا سر توتیه، لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، ترجمه را تو اینجا فهمیدین نه؟ صحیح کو کاره آیات چی معنی داره؟ دا اینجا مراد از آیات این نیست که سر یوسف علیه السلام کتاب نازل شده باشه، خواه؟ صحیح؟ مراد از آیات را مفسرین به ما بسیار خوب چی میکنن؟ توجیه میکنن. میگم مراد از آیات بعضی تفسیرات نوشته میکنه که خلاص شما برتون گرفتیم، به او حسد نمیکردن و او را در چا نمینداختن. یعنی چند آیات، آیات جمع نشانه، چند نشانه شد، اسباب شد که یوسف علیه السلام را به مدار کجا رساند؟ تا عزیز مصر رساندش. عمود کلش آیات نشانه های قدرت الله بود نبود؟ پس امین نشانه های قدرت الله چی است؟ یک، حکمت هایی که در آیات است، آیات للسائلین، در این نشانه های قدرت است به کسی که پرسان میکنه. یک، اگر با بیادرش به او حسد نمیکردن، او را در چاه نمینداختن، صحیح؟ پس در این صورت باز یوسف به مصر نمیرسید، صحیح؟ اگر بیادرش چی نمیکردن؟ حسد نمیکردن با یوسف، و یوسف را در چاه نمینداختن، باز یوسف تا کجا نمیرسید؟ تا مصر نمیرسید. خلاص. دو، اگر عزیز مصر با امانت و صدق او معتقد نمی بود، پاکی او را باز با پاکی او تسکیه نمی کرد، صحیح؟ معتقد بود که صدق است، راست میگه که تسکیهش کرد که نه این کار امرای زن ما نکردم، صحیح؟ امرای زلیخا یا راعیل کال میخوانیم این کار نکرده، پس سبب همی شد که این آیات است، نشانه های قدرت است که تا اونجا رسید. سه، اگر همسر عزیز مصر
و زنان همکار او نمی بودن به منظور پنهان نگه داشتن ماجرای یوسف با عزیز مصر و یوسف به زندان انداخته نمی شود. اگر اونجا زلیخا و یا راعیل که بنا به قول مفسرین که آیا زن عزیز مصر راعیل نام داشت یا زلیخا، مشهور هر دوش است، زلیخا زیادتر مشهور است. صحیح، اگر اینا امرای عمو زنای بدکاری که بود امراش یا عمو زنایی که قصد چیز توطیه علیه یوسف را داشتن، اگر وای کار نمی کردن باز یوسف به کجا نمی رفت؟ به زندان نمی رفت. پس هر کدامی از این آیت است. 4، اگر یوسف زندانی نمی شد، اگر یوسف چی نمی شد؟ زندانی نمی شد، ساقی پادشاه او را نمی شناخت و به می قسم وقتی که ساقی پادشاه او را نمی شناخت، باز تعبیر خواب را از کجا می کرد؟ ساقی پادشاه رفت پیشش گفت که ما و دخل معه سجن فتیان، تقریبا داخل پاره می که ما دو نفر آمد خواب دیده بود، باز وقتی که تعبیر خواب را کرد رفت به پادشاه گفت، پادشاه شناخت است. وقتی که پادشاه شناخت است که این مردکه خود تعبیر خواب را کرد، یه حتما کسی دیگیش، امی سبب شد که عزیز چی شد؟ مصر. 5، اگر ساقی این مهارت او را نمیدید و به پادشاه معرفیش نمی کرد، باز اونجا این دیگه سال به سال در زندان می بود، از زندان نمی برامد. صحیح است؟ تا آخر در زندان می بود. 6، اگر پادشاه او را نمی شناخت و او را و به او وظیفه خزانه‌دار مصر مقررش نمی کرد و به او اجازه آوردن پدر و برادرش را نمی داد، پس ای همه از جمله آیات است که لآیات للسائلین، این همه از جمله اونمو چیزایی بود که گویا امرایش حسد جسته بود که بیادراش کلش بر می خوره با از اول قصه که اگر در چانم انداختن یوسف را تا اینجا یوسف نمی رسید. 6 نکته را خلاص ما برات گفتم، 6 نکته را که این 6 چیز است، نشانه های قدرت الله است که معنی تفسیر آیات میشه. قالو یا ابانا، زمین سازی برای قناعت یعقوب. آل چی شد؟ رفت یوسف علیه السلام را بردن، آل چی میبرن، آل چی قسم بکنه که زمین سازی و خاطر قناعت از بکنن. قالو گفتن یا ابانا، ای پدر ما، مالک چیست را؟ لا تأمننا لا تصدقنا، ما را تصدیق نمی کنی و تو سر ما باورمند نیستی. علی یوسف، در مورد یوسف، و اینا له لناصحون، ما هستیم با حضرت یوسف نصح میکنیم، ما خیرخواه عزیزتیم، ما در مورد ازی ما نیت خراب نداریم. ارسله معنا، تو روانش کو بر ما، غدن صبا. یرتع از رعی گرفته شده، خب به معنی چریدن، رعا چریدن. الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، در حدیث پیامبر علیه السلام که کلتان چوپان هستین. صحیح، پس رعی به معنی چریدن، ایجا به معنی زیاد خوردن. روانش کو بر ما که امرای ما زیاد بخوره، طبیعی است که در تفریح و ساعتری مردم چی میکنه؟ در سیاحت زیادتر میخوره. یرتع با امرای ما خوراک بکنه زیاد، و یلعب مستی بکنه ساعتری بکنه. و اینا له حافظون، خامخام هستیم به یوسف علیه السلام حافظون، حفاظت کننده. این مجلسی قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک بر شما. ای حافظان دین ما، ای وارثان انبیا، حفظی کلامی با صفا، بادا مبارک بر شما. تفسیر قرآنی خدا، درسی حدیثی مصطفی، گویان به تو ای پارسا، بادا مبارک بر شما. این مجلس قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک بر شما. ای حافظی خوشخان توی، خوشخان و خوش الهان توی، خواننده قرآن توی، بادا مبارک بر شما. قرآن کلامی آن خداست و ای از لسان
مصطفاست، در سینه ای تو جا بجاست، بادا مبارک بر شما. این مجلسی قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان.